هزار زن انقلابی و قهرمان، شورای مرکزی سازمان مجاهدین خلق ایران در اشرف 3 و 7 کشور دیگر جهان. سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران بر همه شما مبارک. اجازه میخوام مقدمتاً به توضیحات خرمشگان که از سال 93 به عنوان رئیس و مسئول شورای مرکزی معرفی شدن تا همین الان توجه کنید، بعد من ادامه میدم. خرمشگان بفرمایید. فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجراً عظیماً. ای سازمان پر افتخار، ای گنج میهنی، ای برپای دارنده آتش ایستادگی در سردترین شبها، گرامی داشت میلادت گرامی داشت امیدی است که گسترش جهانی را در بر گرفته. طلوعت خجسته و خورشیدت هرچه فروزانتر باد. خواهران عزیزم در اشرف 3 و در 4 سوی جهان، از صمیم قلب آغاز 57 سال حیات پر افتخار سازمان مجاهدین خلق ایران رو تبریک میگم. همونطوری که یادتون هست در لیبرتی که بودیم، در ابتدای تأسیس شورای مرکزی سازمان، خواهرمریم مسئولیت اون رو به عهده من گذاشتن. اما حالا طبق آیین‌نامه آخرین مسئول اول مسئولیت شورای مرکزی رو به عهده داره که اون زمان به عنوان رئیس شورای مرکزی معرفی شد. بنابراین خواهر مجاهد زهره اخیانی رو به عنوان مسئول و رئیس شورای مرکزی معرفی می‌کنم. همچنین خواهر نسرین عزیز معلم کبیر انقلاب جانشین و نایب رئیس شورای مرکزی هستند. در ضمن توجه دارید که نشست شورای مرکزی هر زمان که لازم باشه با حضور مسئول اول وقت سازمان برگزار خواهد شد. بنابراین با تبریک مجدد ادامه جلسه رو به خواهر زهره واگذار میکنم و ادامه میدیم. خیلی ممنون. با اجازه خواهر نسرین من یک توضیحات آیین‌نامه‌ای رو اول میدم براتون. همونطور که میدونید انتخاب مسئول اول برای یک دوره 2 ساله است و بعد به مدت 2 سال دیگه هم میتونه تمدید بشه. خواهر زهرا در سال 98 در پایان دوره 2 ساله مسئول اولیشون اصرار داشتن که در همون سال مسئول اول جدید انتخاب بشه، اما چون از اول بحث این بود که دوره 2 ساله قابل تمدید هست، خواهر مژگان به عنوان مسئول شورای مرکزی گفتند که این مسئله در آیین‌نامه تعیین تکلیف شده و حل و فصل شده و نیازی به تجدید انتخاب نیست. این بار هم دوباره در خاتمه 2 سال خواهر زهرا همون حرفای خودشون رو مجدداً آوردن به در واقع جمع مسئولین و لیستی از خواهران شورای مرکزی، اما از شورای مرکزی قدیمی تر و جدید آوردن که در واقع کاندیداهای خواهر زهرا بودن برای مسئول اول. ما هم امروز به همین دلیل اومدیم اینجا، در واقع این جلسه شورای مرکزی رو تشکیل دادیم که به این موضوع رسیدگی کنیم، چون حرف نهایی رو جمع شورای مرکزی میزنه. بنابراین 2 نظر وجود داره. یک نظر
که در واقع فقط نظر خود خواهر زهراست، این هست که مسئول اول جدید بحث و انتخاب بکنیم. و طبعا وقتی که مسئول جدید اول جدید انتخاب میکنیم، باید در شور اول یعنی همین جلسه و بعد شور دوم و جلسه شور سوم یعنی نشست عمومی هم رأی گیری بشه. نظر دوم که نظر همه خواهران مسئول هم از مسئولین ستاد و یا نیرو بود، مبنی بر این بود که ما به دلیل شرایط فوق‌العاده حساس کنونی در داخل ایران، نظر ما این بود که به خصوص با توجه به صلاحیت‌های محرز خواهر زهرا در این موضع که مورد تایید همه خواهران و ایزن برادران هم هست، زهرا رو برای یک دوره دو ساله دیگه تمدید و انتخاب کنیم. کما اینکه در اشرف و لیبرتی هم شما به خاطر دارین، این کار رو شما در رابطه با خواهر صدیقه و من انجام دادین و مشخصا هر کدوم از ما دو نفر هم 6 سال طول کشید در این موضع بودیم. بگذاریم که در هر شق و در هر تابلوی شورای مرکزی میتونه اصلا انتخاب مسئول اول رو جلو بندازه. من میخواستم اینجا از فرصت استفاده کنم، علاوه بر نکات آیین‌نامه‌ای که گفتم، نظر خودم رو هم به عنوان کسی که در این سالیان به خصوص در چند سال اخیر از نزدیک شاهد همه موضوعات بودم به شما بگم. در شرایطی که ما امروز داریم این جلسه رو برگزار می‌کنیم، واقعا سرفرازتر از هر دوران نسبت به پیشروی انقلابمون هستیم. توی این زمینه سپاس و قدردانی نثار خواهر نسرین عزیز. از این رو انتخاب مسئول اول در این دوران، در دوران شکوفایی و واقعا بلوغ انقلاب، از یک طرف کار بسیار سهلیه چون دست خیلی پره و از طرف دیگه به دلیل شرایط خطیری که درش قرار داریم کاریست بسیار سخت. به همین خاطر هم پیشنهاد خود من و نظر خود من هم این بود که در این شرایط ما همچنان خواهر زهرا رو در موضع مسئول اول داشته باشیم و این یک پاسخ جامع و کامل به همه موضوعاتی است که در این دوران حساس روی میز سازمان هست و باید در جمیع جهات به اونها پاسخ بدیم. به خواهر نسرین میسپارم ادامه بحث رو. کاندید من برای مسئول اول سازمان در این مرحله و برای 2 سال آینده همچنان خواهر مجاهدم زهرا مریخی است. به 2 دلیل که توضیح میدم. دلیل اول این که شرایط عینی جامعه جوشانه و شرایط قیام و سرنگونی رژیم فراهم شده و نباید در این شرایط سازمان رو درگیر تحولات و جابجایی در سطوح فرماندهی بکنیم. این دلیل اولم. دلیل دوم، صلاحیت بدون تردید و اثبات شده زهرا برای مسئول اول سازمانه که در این شرایط بهترین و زی صلاح‌ترینه که جداگانه در فرصت بعدی صحبت میکنم. علاوه بر این ترجیح میدیم که نسل جدید مسئولین با پتانسیل فوق‌العاده و انرژی‌های زیاد و آزاد شدهشون در سازمان یک دوره در مدار مسئول تحت مسئولیت زهرا آموزش بگیرن
و دوره آموزشی و تسلط رو طی کنن. البته باز هم زهرا مخالفت خودش رو صریح و جدی بارها بیان کرد. ولی به نظرم انتخاب اسلحه ما یا اسلحه خودم همچنان خود زهراست و میدونم که الناهیه تصمیم با جمع شورای مرکزی نیست. به دلیل حساسیت شرایطی که توش هستیم میخواستم بگم که علی‌رغم مخالفت‌های بی‌وقفه زهرا برای تمدید دوره مسئول اولی، پیشنهاد خودم هم تمدید دوره دو ساله ایشونه. برای همه مجاهدین نقش بی‌بدیل خواهر زهرا طی چند سال گذشته و به خصوص تو موضع فعلی یعنی مسئول اول سازمان روشنه، چرا که مسئول اول سازمان یعنی خالق ارزش‌های نو و ارزش‌های ایدئولوژیکی سازمان. و زهرا تو این رابطه به جرأت میگم که بیش از هر زمان و بیش از هر مسئولی در سازمان به این امانت وفادار و به صندوق امانت سازمان مجاهدین یعنی صندوق انقلاب به اضعاف افسوده و راه و رسم همچون خودش رو در جنگ علیه ایدئولوژی جنسیت و فردیت با تثبیت ارزش استمرار انقلاب در مقابل یک بار انقلاب کردن و دیگر تمام به ما نشون داده. بنابراین ضمن قدردانی برای دستاوردهای ایدئولوژیکی، تشکیلاتی، سیاسی و استراتژیک زهرا برای سازمانمون به خصوص طی 4 سال گذشته به عنوان یک مجاهد خودم رو مدیونش میدونم، اگرچه که در این رابطه حرف و سخن زیاد دارم ولی به دلیل ضیق وقت کوتاه میکنم. خیلی ممنون از وقتی که دوباره من دادید و با تشکر از همه شما. من اینجا دلم میخواد مژده بدم به خلق قهرمانمون که اکنون مجاهدینشون به یمن حرکت در مسیر انقلاب خواهر مریم از صفی از خواهران مسئول برخوردارن که به واقع میتونن سنگین ترین مسئولیت ها رو بر دوش بکشن. میتونم اگه وقت اجازه بده و بسیارم به جاست که در مورد تک تک این خواهران پیشتازم، بالاخص در مورد نسل جدیدی از این مسئولین صحبت کنم. نیاز خودمه که هرچی بیشتر ارزشان اونا رو برای خودم یادآوری کنم که بسیار نیازمندشم. اما در این وقت محدودی که داریم میخوام رو نقش و جایگاه ویژه زهرای عزیزم متمرکز باشم، کسی که از 17 ژوئن تا امروز به قول برادر سردار صبر و ظفر یعنی در پایداری راهگشا بوده و هم بالاترین کمککار و بزرگترین خدماتو در کنار خواهر مریم برای کل این جنبش کرده و به طور خاص نقش زهرا در محقق کردن همه دستاوردها و همه پیروزی‌ها و پیشروی‌ها بلا جایگزین و بی‌بدیله. حالا در این شرایط منم مثل خیلی از شما پیشنهاد دارم که به دلیل شرایط ویژه کنونی که رژیم در سراشیب نهایی سرنگونیه و مجاهدین هم در آستانه یک جهش، پیشنهاد من اینه که با جلوداری زهرا باید اینو ادامه بدیم. پروازی که با صفی از مسئولان زیصلاح با شتابی بسیار بیشتر خواهد بود. والا نتیجه این بحث و فحصامون هرچی باشه پیشا پیش تبریک میگم و بسیار مبارکه. با تشکر از همه. انتخاب منم تمدید دوره مسئول اولی زهراست و دلایل زیادی دارم، اگرچه ممکنه توضیح واضحات باشه ولی میخواستم که با شما هم در میان بگذارم. اولا به دلیل همین شرایط فعلی که نیاز به یک نوک ستون بسیار قوی و همه جانبه داریم، زهرا کسیه که تکیگاه همه خواهران و البته برادران بعد از سالیان تا
طولانی پایداری در اشرف و لیبرتی و ماموریت در خارج کشور تکیگاه محکمی برای همه ماست. از اون طرف زهرا مجاهدیه که واقعا حق جهاد و حق مجاهدین رو در تمامیت به جا آورده و به جا میاره و چقدر زیبا خرمریم سال 96 تو جلسه انتخاب مسئول اول خطاب به خود زهرا گفت که آماده نبردهای ایدئولوژی که بالاتر باشه و من شاهد بودم چطور تمامی این سالیان خرزهرا ورای طاقت انسانی امانت سازمان با ارزشمون رو بردوش گذاشت و هیچ وقفه ای نداشت و هر روز و هر روز برامون حرف نو و راه کار جدید داشت و داره، چرا که زن مجاهد خلق الگویی رو ارائه داده که قابل تکثیره. چون زهرا نماینده همه نسل است، هم نماینده نسل میلیشیای سال 57 که خودم هم جزوشون بودم و هر روز چهره میلیشیایی و پرشور و فعال و خستگی ناپذیر زهرا رو حی و حاضر میبینم و همچنین زهرا مربی و الگو برای نسل جدید مجاهدین که از انقلاب خرمریم زاده شدن نیز هست. رأی من تمدید مسئول اولی خواهر مجاهدم زهرا مریخی است که همه مجاهدین به او ارادت بسیار دارند. نقش او برای ماندگاری سازمانمان در 14 سال پایداری اشرف به لیبرتی و در جابجایی به آلبانی در کنار خواهر مریم بی نام و نشان مرا به عنوان یک مجاهد خلق برای همیشه مدیون او کرده است. اما مهمتر صلاحیت‌های بی‌نظیر او در این چند سال مسئول اولیه اوست که سازمان را همه جانبه هدایت کردن و به طور خاص جاری کردن ارزش‌های انقلاب خرمریم در کنار و با نسرین عزیز در ما مجاهدین برای همه روشن است و جای سخن بسیار دارد. حال در این دوره انتخاب مسئول اولیه سازمان علی‌رغم مخالفت خودشان و علی‌رغم اینکه کاندیدهای خودشان را معرفی کردند، به دلیل موقعیت کنونی که در آن قرار داریم به تمدید مسئول اولی او رأی می‌دهم. با تشکر از شما. خدا رو هزاران بار شکر می‌کنم به خاطر داشتن چنین سازمانی با چنین تاریخچه‌ای مملو از سرفرازی و شکوه ماندگاری که البته محصول فداکاری و استقبال از ابتلاعات و سختی ها تو مبارزه با دوتا دیکتاتوری شاه و شیخه که اون رو به چنین قله و جایگاهی رسونده. همچنین خدا رو هزاران بار شکر میکنم به خاطر نعمت راهیافتگی به واسطه داشتن راهبران عقیدتی من برادر مسعود و خواهر مریم عزیزم. بسیار خوشحالم که در 4 سال گذشته در مسئول اولیه خواهر عزیزم زهرا سازمانمون رو بیش از پیش شکوفا و در تغییر و دگرگونی و یکسو و یکپارچه دیدم. واقعا به داشتن چنین مسئول اولی و چنین مجاهد والایی افتخار میکنم. اون چه اکنون در سازمان به مثابه برادران نوک ستون و پیشتازان انقلاب و خواهران پیشتاز ما در شورای مرکزی می‌بینیم و می‌آموزیم که قطعاً برای من همه اونها مسئولین ذی‌صلاح مجاهدین هستند محصول چنین روابطی است. روشنه که هر آنچه می‌کنیم و هر پیشروی ما در انقلاب نتیجه بلافصلش در نبرد و مبارزه علیه رژیم حاکم است. رژیم ولایت فقیه که با سرجلاد قتل عام در رأس حکومتش در حضیض ذلت و در محاصره شعله‌های خشم مردم و قیام آفرینان و کانونای شورشی است، پس هر چه داریم باید در کفه قیام و نبرد سرنگونی بذاریم. بنابراین رأی من هم تمدید دوره مسئول اولیه خواهر عزیزم زهراست و شک ندارم که با این انتخاب و محصولات اون به فرازهای بالاتری در این مسیر دست پیدا خواهیم کرد. از همه شما متشکرم.
رأی میگیریم به کفایت مذاکرات. کسانی که با کفایت مذاکرات موافق هستند لطفاً دست بالا کنند. بله، با تشکر. حالا رأی میگیریم، لطفا توجه کنید همونطور که سر جاهاتون نشستین. رأی میگیریم در شور اول شورای مرکزی، شورای مرکزی سازمان، به تمدید مسئولیت خواهر مجاهد زهرا مریخی برای یک دوره دو ساله دیگر به عنوان مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران. لطفاً موافقین دستشون رو بالا ببرند. با تشکر فراوان از همه خواهران حاضر و خواهران وصل کشورها، در شور اول تصویب شد.